فردا 22 خرداد ماه سالگرد حماسه است از حضور و باور عمومی، حماسه‌ای که گرچه از همان لحظات اول به دست بدخواهان سرکوب شد، اما سبزی آن دو سال است که روز به روز در دل هر ایرانی جوانه می‌زند و فریاد می‌کشد حقوق از دست رفته ایرانیان را. آری، فردا روز اعتراض است، روز دفاع از آرایی که هیچگاه خوانده نشد، و سوال این است که فردا و فرداها چه باید کرد؟ حنیف مزروعی عضو جبهه مشارکت در این باره میگوید: از نظر من گرامی داشت و بزرگ داشت 22 خرداد به این معنیه که مردم خواهان پافشاری بر همون عهدی هستن که 22 خرداد پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و خواستار تعیین سرنوشت خودشون به وسیله دستای خودشون شدن، نه اینکه حاکمیت به زور یا با تقلب بخواد برای اونها تعیین سرنوشت بکنه و مسیر زندگی و مسیر سیاسی کشور رو بر اساس امیال حاکمیت رقم بزنه. روح الله شهسوار از اعضای ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در مشهد معتقد است که در دو سال گذشته حاکمیت هیچگاه نخواسته است صدای مردم را بشنود. قدرت فعلی، حاکمیت فعلی ایران به ما نشون داده که حاضر نیست با گفتگو، حاضر نیست با روش‌های دیپلماتیک و سیاسی معمولی که در حتی قبل از انتخابات وجود داشت با مردم خودش گفتگو کنه. نیاز به این هست که فشار اجتماعی در شکل‌های مختلف این حاکمیت رو به زانو در بیاره. ما این فشار اجتماعی رو در همون دو سال پیش خرداد 88 دیدیم، وقتی که در زنجیره انسانی که علاوه بر تهران در حدود 140 شهر کشور انجام شد، دیدیم که حاکمیت مجبور شد که به ندای مردم پاسخ بده، ولی متاسفانه پاسخ اشتباهی داد. امروز برای ما این روشنه که حضور ما باید در چشم حاکمان و همه مردم نمایان باشه و یکی از مهمترین عرصه های منصه ظهور حضور ما در جامعه عرصه خیابان هست. علی هنری پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است که نزاع میان مردم و حاکمیت نزاعی است دامنه‌دار و مستمر. ما شاهد یا بازیگر یک ستیز و مبارزه مداومیم، در یک سو حکومت اقتدارگرا، در سوی دیگه جنبش سبز. هدفمون هم مشخص رسیدن به خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و رفع تناقض در شیوه و سبک زندگی عموم جامعه با شیوه حکمرانی کنونیه. درسته که رسیدن به این خواسته ها و مطالبات از نتیجه این مبارزه حاصل میشه و این کنش های جمعی، این تظاهرات هم بخشی از اون مبارزه هست. ولی باید توجه کنیم همین دست و پنجه نرم کردن ها منجر به قوی تر شدن و آماده شدن ما، یعنی جنبش سبز میشه. از دل این جمع شدن هاست که شبکه های اجتماعی همدیگر رو پیدا میکنن، پیوند های این شبکه ها قوی تر میشه. در هویت سبز بودنمون میتونیم تاکید داشته باشیم. در دل این اتفاقات هستش که ما میتونیم آگاهی رو گسترده کنیم. با این کنش های جمعی، چه خیابانی چه مجازی، ما به یکدیگر و جامعه نشون میدیم علارغم تبلیغات هنوز جنبش سبز به عنوان گزینه جدی و یگانه جایگزین واقعی حکومت زنده است و در دل همین مبارزه است که ما امید می‌آفرینیم. خلاصه این که این تظاهرات 22 خرداد یا مشابهش هم میتونه برای ما مقصد باشه و هم مسیر ماست. حال باید منتظر ماند و دید که آیا حاکمیت از پس اعتراضات فردا و فرداها یک بار برای همیشه حاضر می‌شود صدای اعتراض ملت ایران را بشنود. مصطفی خسروی، تلویزیون رسا.